بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت تک تک شما عزیزان. ایجاد یگان دروغ همین گپو، جنگی با خدا و جنگی با حجاب و نه، بلکه یگان شما ده یگان سخت گپ نرسه. همین قزاق لباس خچا داره، همین قرغیز لباس خچا داره، یا بگیم عرب لباس خچا داره، ترکمن لباس خود چه داره، ما هم لباس خود خودمونه داریم. امروز شما از چیزی خبر نداریم، بعد میگین سطر حجاب ممنوع کردن. سطر حجاب شما میگین که ما میگین سطر حجاب نیست. سطر حجاب کلمه عربی هست. سطر حجاب به معنای سطر یک فرده پوشاندن، یک سطر یک عیب پوشاندن که خداوند سطر عیب میپوشانه، مثلا یک عیب پوشاندن. کلمه که سطر حجاب عیب نیست به معنایی که امروز که پیروی میکنن از تمامی جوشانه محکم میکنن و فرنجی میکنن یا نقاب میکنن، منظور انمی سطر حجاب ایمو نیست. مگر خون جوانان تاجکستان، پیام ما به جوانان تاجکستان ای است، جوانان تاجکستان شما غیوری، شما با غیرتین، شما شجاع هستید، صدا بلند بکنید در برابر تابوت. همین را میخواستن در افغانستان پیاده بکنن. یهود و نصارا تلاش کردن که حجاب را از سر زنان مسلمان در افغانستان بگیرن، اما خدا بیخشان کند. و قل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. ترس به خود را نده. به علمای تاجکستان پیام من این است: افضل الجهاد کلمت عدل عند سلطان جائر. حدیث رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم است. افضل ترین جهاد، با مزه ترین جهاد، گفتن سخن حق در برابر یک پادشاه ظالم است. اسلام میں حجاب ہے، اکثر لوگ عورتوں کے حجاب کے بارے میں ذکر کرتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں پہلے ازان. دکتر صاحب ذاکر نایک در یک اجتماعی بسیار بزرگ در مورد حجاب زنان صحبت می کند که حجاب برای زنان چه اهمیتی دارد. آقای نایک میگه که خداوند متعال در سوره نور آیت 30 به صراحت ارشاد می فرماید، ترجمه: به مردهای مسلمان بگو که نگاه های خود را پایان بیندازند. دکتر ذاکر نایک مفهوم ای آیت قرآن مجید را میگه که به مردهای مسلمان نیاز است وقتی که به یک خانم نگاه میکند و وسوسه شیطان در دل ای آقا به وجود میاد، باید دفعتا نگاه های خود را پایان بندازد. ذاکر نایک در شروع در مورد حجاب مردا صحبت کرده، بعدن دکتر ذاکر نایک از سوره نور آیت 31 ترجمهش را میگه و میگه که بگو به خانم های مسلمان که نگاه های خود را پایان بیندازند، چادرهایتان را بر سر سینه‌تان بگذارید و زینتتان را به نمایش نگذارید. دکتر صاحب ذاکر نایک میگه که برای خانم لازم است که فقط محرمشان کیها هستند؟ پدر، برادر، شوهر و پسر. آقای نایک در مورد حجاب میگه که 6 نکته در حجاب باید رعایت شود. اولیش چی است؟ ستر، ستر عورت. و فقط ام یک نکته برای خانم ها و مرد ها متفاوت است، باقی 5 نکته دیگر مشابه هستند با هم دیگر. این نکته اولی چی است؟ سطح عورت برای مردها از ناف شروع تا زیر عینک زانویش است و برای خانم ها تمام وجودشان باید پرده باشد و پوشانیده باشد بجز چهرهشان و دستایشان. نکته دومی است که لباستان باید زیاد نازک نباشد که جسمتان از پشت لباس معلوم شود. نکته سومی ای است که لباس تنگ و چسب نپوشید که تمام اندامتان یک به یک به نمایش گذاشته شود. نکته چهارمی است که لباس نباید آنقدر مفشن و زیبا پوشیده شود و در بیرون باید گشت و گذار نشود که جنس مخالف را باید ترغیب بکند که به سمت از او نگاه بکند. نکته پنجمی از دوستان عزیز که لباس جنس مخالف را باید نپوشد، یعنی مرد از زن را پوشد و زن از مرد را. و نکته ششمی از دوستان عزیز که از دین دیگر لباسایش را باید نپوشد، مثلا نشانی دین عیسوی ها هم کراس هست که در لباسایشان بیشتر دیدم ایشان، نباید لباسای اونا را تقلید بکنیم و بپوشیم. بعدن دکتر صاحب ذاکر نایک میگه که خداوند متعال در سوره الاحزاب آیت 50 به صراحت ارشاد میفرماید، ترجمه و مفهوم، میگه: ای نبی، بگو به خانم هایتان، به دخترایتان و به دیگر خانم ها وقتی که بیرون می روند همو حجاب خود را مراعات بکنند، جسم خود را با پرده بپوشانند تا ای که در بین مردم شناخته شوند و مردم او را آزار و اذیت نکنند.
عزیزان، در قرآن مجید چندین جای خداوند متعال در مورد حجاب زنان به ما پیام داده است. به خاطری که وقتی خانم ها بیرون می رود، اگر حجاب داشته باشند، پرده داشته باشد، هیچ کس، هیچ مرد، هیچ شخص بدعمل جرأت نمی کند که به او چیزی بگوید و او را آزار و اذیت بکند. ولی در اواخر می شنویم که رئیس جمهور تاجیکستان حجاب را میگه که نشانه پسرفتگی، عقب ماندگی است. اونا هیچ متوجه نشدند که خداوند متعال در قرآن مجید به ما چی گفته است. به خادمان دین الله سبحانه و تعالی می رسانیم که از ما کسی دفاع نمی کند، حتی پدرانمون و برادران و شوهرانمون ما رو به حجابی امر می کند و در برابر طاغوتان خاموشم. اگر شما دین دارید و دعوای مسلمانی دارید، از ما حمایت کنید. پشتون است بر سرزمین های اسلامی در مجموع. زمانی که اگر حکومت تاجیکستان از این اقدامش دست بردار نشود، بر جمعی زن و مرد خواهر برادر مسلمان جهاد فرض عین است. برای کشور تاجیکستان، برای رئیس جمهورش میگم، برای کابینش میگم، برای بالاخره مجلس سنایش میگم، مستقیما برایشان پیام میدم. یک از جمله مقدسات اسلام ماست. حجاب از جمله نوازمیس ماست، از جمله عزت فرزندان اسلامی و زنان مسلمان است. متوجه باش چراغ ظلم و ظالم تا دم محشر نمی سوزد. اگر سوزد شبی، والله شبی دیگر نمی سوزد. اساسی که ذلت امروز بر بالای ملت تحمیل می شود، نمی توانند آزادانه بگردن، نمی توانند آزادانه به حج بروند، نمی توانند جوان مسلمان ریش بگذاره، نمی توانند دختر مسلمان حجاب بکنه. اگر حجاب می کنه باید این جریمه پرداخت بکنه. دختر مسلمان باید از زانو بالا لچ و بره نباشد، دختر مسلمان پیش برش لچ و بره نباشد. کشته آزادی پوشش زار زار گریه می کنند. عامل اساسی در کجاست؟ تن دادن به ذلت، تن دادن به اشغال، تن دادن به استعمار، تن دادن به قوانین بی‌معنا و مزخرف ساخته و بافته بشر. در اخیر دعا میکنیم که خداوند متعال رهبران کشور تاجیکستان را هدایت نصیب بگرداند تا اینکه فرمان کفر در کشور خود بالای مردم مظلوم مسلمان تاجیکستان عملی نسازد. شما هم دوستان عزیز نظریات سالمتان را در قسمت کامنت با ما شریک سازید، ویدیو ما را لایک بکنید و اگر تا به حال کانال ما را سابسکرایب نکردید حتما سابسکرایب بکنید. تا دیدار بعد، اوقات و لحظات همتان خوش. خدا نگهدار.